بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. گفتیم که مالکیت یک امر اعتباری است که بر اساس نیاز و مصلحت جامعه اعتبار میشه و موضوع احکام زیاد و حقوقی قرار میگیره. ضمناً اشاره شد که این اعتبار باید حکمتی داشته باشه، یعنی لغو نباشه، و اون چه موجب این میشه که قریحه عقلای انسان در مواردی اعتبار مالکیت بکنه این است که چیزهایی در خارج موجب رغبت انسان هاست، چون نیاز بهش دارند یا برای تأمین حاجات بدنیشون یا برای ارضاء خواسته های دیگری. به هر حال رغبت انسان به اقتناع و اکتساب چیزهایی تعلق میگیره، و چون این رغبت مشترکه مورد تشاجر و تزاحم قرار میگیره. این است که باید در اینجا قانونی وجود داشته باشه که چه کسانی بر چه اساسی میتونند چیزهایی را اکتساب کنند، دست توش بگذارند، به خودشون اختصاص بدن. اگر چیزهایی باشه که مورد تشاجر و تزاحم واقع نمیشه، یا از اون جهتی که تأثیری در رفع نیازهای بدنی و روانی انسان نداره، مثل چیزهایی که مضر هست و انسان ها در اثر ضرر اونها یا آلودگی اونها و پلیدی اونها رغبتی به اقتناعش نداره، چیزهای متعفن، آلوده، کثیف، عادتا رغبت انسان به اقتناع اونها تعلق نمیگیره. یا چیزهایی هست که مفیدم هست و ارزش طبیعی داره، ولی اونقدر فراوان هست که هر وقت بخواهند ازش استفاده کنند در دسترسشون قرار داره، نباید برای تحصیل اونها زحمتی بکشن. در اونجا هم مالکیت اعتبار نمیشه. هوا برای انسان بسیار مفیده، از ضروریات زندگی مادی ماست، ولی چون همیشه در همه جا در دسترس هست، انسان دائی نداره که مقداری از هوا را در یک جایی ذخیره کنه برای خودش نگه داره، مگر یک شرایط استثنایی در یک جاهای خاصی پیش بیاد. ولی عادتاً انسان در صدد اندوختن هوا بر نمیاد، و همینطور نور و حرارت و خیلی چیزهای دیگه. پس ممکن است یه چیزی ارزش طبیعی داشته باشه، یعنی مفید باشه برای زندگی انسان یا زندگی فردی یا زندگی اجتماعی، ولی باز ارزش اقتصادی نداره. علتش هم این است که انسان دائی بر اکتساب اونها و اختصاص دادن به خود پیدا نمی کنه.
و اما چیزهایی که مورد حاجت انسان هست یا حاجت بدنی یا به یک صورتی در تأمین حاجت روانی انسان میتونه مؤثر باشه و اونقدر هم فراوان نباشه که هر وقت بخواد در اختیارش قرار بگیره و طبعاً ممکن است در معرض تشاجر و تزاحم و تعارض قرار بگیره. این جاهاییست که احتیاج هست به اعتبار مالکیت. در اینجا یک نکته‌ای معلوم شد و اینه که متعلق مالکیت باید چیزی باشه که ارزش طبیعی داشته باشه، علاوه بر ارزش طبیعی ارزش مبادله‌ای و اقتصادی هم داشته باشه. اون چه انسان رغبت میکنه که اون را برای خودش بیندوزه و اختصاص به خودش بده، این است که هم یک حاجتی از حاجات مادی یا معنویش را رفع کنه و یا و هم این که مورد تنازع قرار بگیره، در معرض این باشد که دیگران از دست او بگیرند. پس علاوه بر این که ارزش طبیعی باید داشته باشه، باید این ارزش را هم داشته باشه که وقتی آدم به دست آورد، چون یک ویژگی داره، دیگران حاضر باشند اون را با چیز دیگری تبدیل کنند. این همون مسئله است که در اقتصاد درباره ارزش مطرح میشه، ارزش طبیعی، ارزش استعمالی و ارزش مبادله‌ای و اقتصادی. و اون چه مهم هست ارزش اقتصادی و مبادله‌ای است. و این همان است که در فقه ما به نام مالیت نامگذاری میشه. مالیت چیزی است، صفتی است برای یک شیء خارجی که مورد رغبت مردم باشه و در معرض تنازع قرار بگیره. با این ترتیب ما میتونیم نتیجه بگیریم که مالکیت به مال تعلق میگیره. در استعمالات عرفی مال و مالکیت تقریبا مرادف به کار میره، ولی این یک نوع مسامحه است. مفهوم مالکیت صفتی است برای شیء خارجی. در مفهوم مالیت رابطه با مالک لحاظ نمیشه، اون میشه مملوکیت. مالیت صفت یک شیء است به لحاظ این که خودش چیز مفیدی است و ممکن است انسانهایی درباره اون به تنازع برخیزند، مورد رغبتهای متزاحم قرار بگیره. چنین چیزی را انسانی تصاحب میکنه، به دست میاره، به خودش اختصاص میده، موقعی که حاجت به چیز دیگری پیدا کرد این را میده و چیز دیگری را میگیره. به این صورت مبادله حاصل میشه و ارزش مبادله‌ای و اقتصادی به وجود میاد. بنابراین مفهوم مالیت غیر از مفهوم مالکیت است. وقتی ما میگیم قرآن میفرماید اموالکم، از کلمه اموال مالیت خودشه استفاده میشه. از اضافه اموال به کم اون معنای مالکیت به دست میاد. اموالی که مال شماست، این اضافه افاده ملکیت میکنه. اما کلمه اموال یک معنای نفسی داره، توش معنای اضافه و انتصاب نیست، به خلاف مالکیت که یک معنای اضافی است. یعنی مالکیت در مقابل مملوکیت است
باید دو چیز لحاظ بشه که یکی مالک هست یکی مملوک. عنوان اسم فاعل برای یکی انتزاع میشه، اسم مفعول برای دیگری. این دوتا عنوان متضایفند. مفهوم مفهوم اضافی و نسبی است، نسبتی است بین شخصی و چیزی، این مالکیت. اما مالکیت مفهوم نفسی است، یعنی به خود شی میگن این مال است. حالا مالک دارد ندارد، مالکش کیه، در این مفهوم اینا لحاظ نمیشه. پس مفهوم مالکیت غیر از مفهوم مالکیته، اما موردن غالبا تطابق داره. غالبا اون چه مال است ارزش مبادله ای دارد، مالکی دارد. اون مالک گاهی فرد است، گاهی جامعه است، گاهی دولت است، به حسب مالکیت های مختلفی که تصور میشه و پذیرفته میشه. آیا میتونیم ما مالکیتی فرض کنیم که تعلق بگیرد به چیزی که مال نیست؟ این بحث را بعضی مطرح کردند و گفتند که دایره مالکیت اوسع است از مالیت. کسی که یک خرمن گندم داره نسبت به هر دانه گندم مالک است، اما یه دونه گندم این چیزی نیست که مالیت داشته باشه. هر دانه گندمی که در یک خرمن گندم هست مملوک هست، اما خود یک دانه گندم مالیت نداره. کسی حاضر نیست یک دونه گندم را بیاد در بازار معامله کنه، با چیزی عوض کنه، به دردی نمیخوره یک دونه گندم. بله وقتی در یک خرمنی هست، بله مالیت داره، یک خرمن گندم مالیت داره، یا یک مشتش هم مالیت داره. ولی کسی که مالک خرمن هست، مالک دانه دانه گندم هم هست. پس میشه گفت مالکیت نسبت به دانه گندم هم تعلق میگیره، اما مالیت به یک دونه گندم تعلق نمیگیره. یه همچه فردی را خواستم در مورد مالکیت و مالیت بگذارم. یا بعضی خواستم بگن که مالیت صفت عینه، یک عین خارجی است که مالیت داره، اما مالکیت اعم است. ممکن است مالک حقی باشه انسان، حق متعلق ملکیت قرار بگیره، اما حق مالیت نداره. چنین چیزهایی را فرمودن. اولا این موارد نادر است که چنین بحثهایی در بارش بیاد. ثانیا در باره خود این بحثها هم مناقشاتی هست. ممکن است یک کسی بگه که دانه گندمم از اون جهت که قابلیت این دارد که دانه های دیگری با اون بپیوندن مالیت داره، یعنی لازم نیست در مالیت چیزی رغبت فعلی در نظر گرفته بشه، همین که قابلیت این داره که در با ضمیمه شدن دانه های دیگه به صورت خرمنی در بیاد، همین کافی است که مالیت هم براش در نظر گرفته بشه. مناقشه ایست، بحث ظریفیست. یا در مورد حق هم ممکنه یک کسی بگه که حقم مالیت داره، یک اعتبار جدیدی است که روی حقم میاد، ولی لذا حقا میشه مصالحه کرد، واگذار کرد. و حتی احیانا ممکنه که داد و ستد کرد، یعنی حق را فروخت. گو این که باز در تعریف فروختن، خرید و فروش، بعضی شرط کردن که باید به عین تعلق بگیره، ولی امر مسلم و قطعی نیست. کسانی هم معتقدند که نه، حقوق هم قابل فروشه. به هر حال اینا یه بحث‌های ظریفی است که در این مسائل مبنایی و کلی لزومی نداره مطرح کنیم. اشاره‌ای خواستم بکنم برای کسانی که آشنایی دارن که چنین بحث‌هایی هم وجود داره. معمولاً مورد ملک مال است. اون چه مملوک است مالیت دارد ولو شأنن.
ولی مفهوماً مالکیت و مالیت یکی نیست. مالیت همون است که ملاکش ارزش اقتصادی و مبادله است. ما یبذل به ازایه مال، در مقابلش چیز مطلوبی که مورد رغبت هست داده میشه. عقلا این را قابل مبادله میدونند، دایی عقلایی دارند بر اینکه با همدیگه مبادله کنند. چنین چیزی ارزش مبادله ای پیدا میکنه و شکی نیست که ارزش مبادله ای همیشه با ارزش طبیعی و استعمالی مساوی نیست. خیلی چیزها ارزش استعمالی داره، برای زندگی هم خیلی مفیده، ضرورم هست، اما خرید فروش نمیشه. غرض انسان به اقتناع اونها و اختصاص دادنش به خود تعلق نمیگیره به واسطه فراوانی زیادی که داره. این مسائل تا حدی روشن است و احتیاجی به بحث‌های زیادی نداره. نکته‌ای که میخوام تذکر بدم بر اساس این مقدمه اینه که گاهی یک مواهب طبیعی و خدادادی به قدر وفور وجود داره. این وفور امریست نسبی، یعنی نسبت به مورد حاجت و استعمال سنجیده میشه. فرض کنید یه رودخانه ای که هر سال مثلا چند میلیون متر مکعب آب ازش عبور میکنه، یا آبش رو اگر حساب کنیم چند میلیون متر مکعب هست، این برای یک خانواده 10-20 نفری که در اطرافش زندگی بکنن این وفور داره. 20 نفری که در یک دهکده زندگی میکنند و یک رودخانه هم در کنار این دهکده میگذره، آب این رودخانه برای اونها وفور داره. هیچ احتیاجی ندارن که هر کدام بیان یک جویی از این رودخانه جدا کنند و به خودشون اختصاص بدن. یک کار لغویست. هر وقت آب میخوان تو این رودخانه فراوون، میخوان زراعت کنن به قدر کافی برای همشون هست، میخوان گوسفندانشون آب بدن، همه اینها میتونند از این رودخانه استفاده کنن. دایی برای اینکه اختصاص به کسی داده بشه نیست. اما وقتی این 20 نفر در طول زمان تدریجا سیر صعودی میکنه جمعیتشون و به طور تصاعدی بالا میره، 20 نفر سال بعد میشن 25 نفر فرض کنید، 10 سال بعد میشن 30 نفر، 20 سال بعد میشن 50 نفر، کمک کمک همینطور در چند قرن که میشه 20 نفر ممکنه بشن 20,000 نفر. اون وقت میشه که دیگه آب رودخانه برای 20,000 نفر اون وفور را نداره که قبلا داشت. وفور نسبیه، دیگه به قدری نیست که هر کدام از اینا هر وقت بخوان درختان خودشون آبیاری کنند یا کشت و زرعشون آبیاری کنند آمادگی داشته باشید. ناچار باید یک حسابی تو کار بیاد، یک قانونی باید باشه که چه کسانی به چه مقدار از این آب رودخانه استفاده کنند. همینطور در چیزهای دیگری، بر کشتزارها، بر عرض کنم که حتی زمین، مردمی وقتی میخوان 10 نفر یه جایی در یک مرتعی وارد میشدند، سابقا ایلها مثلا 100 نفر 1,000 نفر وارد یک مرتعی میشدند، چراگاهی زمین فراوانی بود و چادری میزدند و مدتی در اونجا میموندند و استفاده میکردن. این احتیاجی نبود به این که زمین را تصاحب کنند. اما کم کم وقتی ایلها متعدد شد، رفت و آمدها در یک مکان مکرر واقع شد، احتیاج به این پیدا شد که تقسیم بندی در بهره گیری از زمین بشه، از مرتع بشه. اون وقت هست که زمینه مالکیت پیدا میشه. یا برای اتخاذ مسکن،
در یک زمین وسیعی وقتی 100 نفر میخوان زندگی بکنن، مسئله مالکیت زمین مطرح نیست. هر کسی هر گوشهشو میخواد، یا آلونک میسازه یا اتاق میسازه توی زندگی میکنه. اما وقتی بنا شد یک زمین مرغوبی، زمین مسطحی هست، اطرافش رودخانه هست، چراگاه هست، جنگل هست، یه جایی است که مورد رغبت بیشتر انسان‌ها قرار می‌گیره که اینجا را اتخاذ کنند برای ساختمان و مسکنشون. جمعیتشون هم زیادی، اونطور نیست که همه به قدر کافی هر جایی دلشون بخواد انتخاب کنند. ناچار باید یک حسابی تو کار بیاد که این تعداد جمعیت هر کدام از چقدر از این زمین باید استفاده کنند و به چه صورتی. اگر ترجیحی بین قطعات زمین هست، این ترجیح بر چه اساسی مراعات بشید. اینجاها اون وقت پای مالکیت زمین در میان میاد. در موارد مختلف این مسئله هست، یعنی نتیجه این میشه که یک چیزی ممکن است ابتدا از مباهات اولیه باشه، مالیت و ملکیت نداشته باشه به خاطر وفورش، به خاطر اینکه اغراض انسان‌ها به اقتناع و اختصاص دادن اونها به خود تعلق نمیگیره. ولی بعدها یه شرایطی پیش میاد در اثر کم شدن اون شی یا زیاد شدن جمعیت انسان که دیگه این مفهوم وفور اونجا صادق نیست، این نسبت به هم میخوره. در نتیجه غرض انسان به اختصاص دادن اون به خودش پیدا میشه، تعلق بگیری. در اینجا باید ببینیم که بر چه اساسی باید این اشیاء را اختصاص داد به افرادی یا گروهی یا جمعیتی یا ایلی یا قبیلهی و چیزهای دیگری. پس ممکن است چیزی ابتدا از مباهات باشه، مالک نباشه باشه، ولی در شرایط خاصی از حالت مباه بودن خارج بشه، مالیت پیدا کنه. مالیت وقتی پیدا کرد، زمینه فراهم شدن ملک و مالک پیدا بشه و اقتضا کند قوانین خاصی را که تبیین کند حدود این مالکیت را و کیفیت تحصیل این مالکیت را. به این ترتیب مسئله سبب ملکیت مطرح میشه. چیزی که ملک نیست چگونه ملک میشود؟ میدونیم ما که هر چیزی که مورد استفاده ما قرار میگیره در امور طبیعی و نعمتهای خدادادی، اصلش را خدا آفریده و به طور رایگان در اختیار ما قرار داده. و همین نعمت‌های خدادادی است که یا با همون شکل اولیه مالیت پیدا می‌کنه و مورد اغراض متنازع قرار می‌گیره، و یا اینکه با تصرفاتی که درش انجام می‌گیره از اینجا ارتباط پیدا می‌کنه با مسئله تئوری ارزش، که ارزش یک شیئی که ارزش اقتصادی، البته ارزش مبادله‌ای، وقتی در یه شیء پیدا میشه در اثر چی هست؟ آیا ملاک ارزش تنها کار انسان است یا چیز دیگری هم میتونه ملاک ارزش باشه؟ این هم یه بحث معروفی است که همه آشنایی داریم و میدونیم که یکی از تئوری‌های معروف که اقتصاد مارکسیسم هم بر اساس اون تئوری مبتنی هست همینه که ارزش تنها در سایه کار پیدا میشه. البته اونا اضافه میکنن کار اجتماعی.
وارد شدن در این بحث و به نقض ابرام پرداختن ما را از این هدف بحث فشردمون دور میکنه. در اینجا نمیخوایم اون مسائل را مطرح کنیم و به نقض ابرام بپردازیم. اون چه در اسلام پذیرفته شده است این است که مالکیت در اثر دو چیز حاصل میشه. اولا مالکیت گاهی مالکیت ابتدایی است، یعنی چیزی است که هیچ مالکی نداشته و حالا میخواد مالک پیدا کنه در اثر نیازهای اجتماعی. و گاهی مالکیت انتقالی است، یه مالکی داشته میخواد منتقل بشه مالکیتش به دیگری. اما مالکیت ابتدایی میتونیم بگیم به دو سبب حاصل میشه. یکی این که انسانی بیاید تصرفی بکنه در یک نعمت خدادادی، تغییراتی درش پیدا بشه و به اصطلاح کار بکنه روش. باز توجه دارید که مفهوم کار مشترک لفظی است، یعنی کلمه کار مشترک لفظی است و اتفاقا در بسیاری از مباحث اقتصادی در رابطه با همین اقتصاد مارکسیست مغالطاتی در همین کلمه میشه. کار یه مفهوم فلسفی داره، یک مفهوم اقتصادی داره، این مفهوم تنگتری داره در اقتصاد هم. در فیزیک میدونید کار اصطلاح مخصوصی داره. کار در فیزیک غیر از کار در اقتصاده. احیانا ممکن است در مورد کار اقتصادی کار فیزیکی هم باشد، انرژی صرف بشود، ولی هر کار اقتصادی کار به مفهوم فیزیکی نیست. در اقتصاد کار مفهوم خاصی داره. در اینجا که ما میگیم کار منظور اینه، حالا اگر کسانی اصطلاح دیگری دارند و به مفهوم دیگری این کلمه را به کار میبرند، ما کاری با اون اصطلاح کار نداریم. ما که میگیم کار منظورمون اینه که یک موجود طبیعی که خدا آفریده، انسانی بیاید در این تصرفی بکنه، تقطیعی انجام بده، ترکیبی بکنه، کیفیتی درش ایجاد کنه که ارزش مبادله‌ای در اون پیدا بشه و یا ارزشش بالاتر بره. در اینجا میگیم کار پارچه است. در دکان بزازی فرض کنید که مثلا 2 مترش فلان مقدار قیمت داره، ارزش مبادله ای داره. خیاط میاد این پارچه رو میبره، تیکه های این را به شکل خاصی در میاره، بعد به هم میچسبونه، میدوزه، اتو میزنه، میشه لباس. خیاط تصرفی در این پارچه کرده، تقطیعش کرده، تیکه تیکش کرده، کیفیت خاصی بهش بخشیده، حالت خاصی درش به وجود آورده که متناسب میشه با رغبت بیشتری. نیاز انسان را بیشتر میتونه تأمین کنه وقتی لباس دوخته شد تا لباس ندوخته. در اینجا ارزش مبادله بیشتری به وجود آمده. خود این پارچه هم ارزش مبادله ای داشت، تو بازار میفروشن، پول میدن میخرن مردم. ولی این فعالیت، این تصرف در پارچه کیفیتش رو بالاتر برد، ارزش مبادله ایش رو بیشتر کرد. میگیم خیاط کار کرد، این کار اقتصادی است. و یا اینکه چیزی ارزش نداره، تیکه سنگی است تو بیابون افتاده، یه حجاری میاد این سنگ رو برمی‌داره، به شکل خاصی در میاره، اشکال هندسی، اشکال موزون، اشکال زیبا، تصرفاتی درش میکنه، صیقل میزنه، میسابدش، کیفیتی به این سنگ میبخشه که مورد رغبت انسانها قرار میگیره تا در زندگیشون به یک شکلی ازش استفاده کنن.
یا برای تأمین نیازمندی های طبیعی و یا تزیین، اون هم یک نوع نیازیست، نیاز به زیبایی که در واقع نیاز روانی هست، اما وسیلش میشه یک امر مادی. این حرکتی که حجار انجام میده، تصرفی که در این سنگ میکنه، این میگیم کار به مفهوم اقتصادی. اما اگر یک تیکه فرض کنید الماس را یک کسی خیلی هم روش کار بکنه، یعنی انرژی مصرف کنه، اینو خوردش کنه و به صورت یه پودر در بیاره، این انرژی صرف شده، کار فیزیکی انجام گرفته، اما از نظر اقتصادی این کار نیست، برای اینکه مرغوبیت اون رو کم کرده. یک دانه بریلیان در بازار ارزش مبادله خیلی این دیگه ارزش نداره، خیلی هم باید زحمت کشید، الماس به این زودی ها شکسته نمیشه. انرژی فیزیکی به کار رفته در اینجا، کار به مفهوم فیزیکیش تحقق پیدا کرده، اما این کار اقتصادی نیست. یا یه تابلو نقاشی را یه نفر بیاد و به دلخواه خودش یک رنگ های نامرغوبی، ناموزونی، نامطلوبی درش به وجود بیاره، این کار میکنه، انرژی مصرف میکنه، عرض کنم که مواد خام طبیعت هم رو به کار میگیره، رنگ هایی هم که ساخته شده ممکنه خود اون رنگ ها هم قیمتی باشن، اما به جای اینکه این تابلو رو ارزنده تر بکنه، ارزشش رو از بین میبره. اون هنری که نقاش در این تابلو به کار برده بود، با این خطوطی که بعد درش ایجاد میشه و رنگ آمیزی های ناموزونی که درش میشه، از بین میره. کار به مفهوم فیزیکی انجام گرفته، ولی کار اقتصادی نیست. رغبتی را افزایش نداده نسبت به این شی. به هر حال مالکیت از دو راه ممکنه حاصل بشه، یکی از راه کار اقتصادی، یعنی چیزی که موجب ایجاد رغبت در یک امری بشه، در یک شیئی بشه، و یا موجب افزایش رغبت بشه. به این معنا کار یکی از عوامل مملکه، اگر چیزی مالک نداشت از مباحات اولیه بود، و یا مالکی داشت و به او واگذار کرده بود، و یا ملکیتی داشت و بعد از ملکیت افتاد، چون اینها فرضهایی داره، یه چیزی ملکیت داشته باشه بعد تدریجا از ملکیت بیفته، بی مصرف بشه. فرض کنید یخ باشه در فصل زمستان، کسی یخ را نگه داره در تابستان، بعد زمستان که بشه بیاد بازار بفروشه، اون دیگه از مصرف افتاده، اون زمان استفاده ازش گذشته دیگه، حالا یخ مصرفی نداره، از ملکیت میفته، باید پولم بدن که یکی سینا رو هم کنه بیاره توی بیابونی یا توی دریایی بریزه، اینجا نگهدارن اسباب زحمت میشه. ممکنه ملکی از مالیت بیفته، یا اصلا از اول مالیت نداشته باشه، بعد کسی بیاد تصرفی در این انجام بده که موجب رغبت بشه، مالیت درش ایجاد بشه یا بر مالیتش افزوده بشه. اون جایی که چیزی مالیت ندارد، جایی است که کار میتواند مولد ارزش باشد، نه افزایش دهنده. فرض اینه که از اول مال نبود، یعنی مورد رغبت نبود، رغبت اقتناع و اکتساب نداشت، به وسیله کار این رغبت به وجود میاد، یعنی کیفیتی درش به وجود میاد که مردم علاقه پیدا میکنن این را به دست بیارن. در چنین موردی کار ایجاد مالیت میکنه، اما ایجاد مالیت که میکنه به معنای این است که مالیت و ارزش
فقط مال کار است یا نه ارزشی که ایجاد میشه سهمی هم مال خود اون ماده خامه. اینجاست که بحث هایی پیدا میشه و بحث های فنی هست باید دنبال کرد در جای خودش، فعلا به اینا نمیتونیم بپردازیم. اجمالا کار نقشی به طور قطع در ایجاد مالیت خواهد داشت، اما نتیجتا مالیت فقط مال کار و محصول کار است یا به خود اون عین هم تعلق میگیره. آیا سبب مملک چیزی که غیر ملک را ملک می کند تنها منحصر است به کار اقتصادی یا نه چیز دیگری هم ممکنه سبب ملکیت بشه؟ در اسلام سبب دیگری برای ملکیت هم داریم، ملکیت ابتدایی، و اون حیازت. در اون مثالی که گفتم قبیله آمدند، یک ایلی آمدند، در یک زمینی چادر زدند و اینجا سکونت کردند، از مرتع اونجا، از رودخانه اونجا استفاده کردند. کمک کمک مردم دیگری هم اطلاع پیدا کردند که اینجا سرزمین سبز و خرمی است و قابل استفاده هست، در صدد بر اومدند که سال دیگه اونها بیان در اینجا موقع قشلاق مثلا. خب این رغبت متزاحم پیدا میشه، دو تا ایل هستن، اونها میخوان اول بیان از اینجا استفاده کنن، اونها هم تازگی فهمیدن میخوان از چنگ اینا در بیارن. تا مورد تزاحمی نبود، کسی دیگری رغبت نداشت به این مسئله، مالکیتی مطرح نبود یا حق اولویتی اینجا مطرح نبود، اما وقتی در معرض تزاحم قرار گرفت، معلوم میشه جمعیت زیاد شده، ایلهای دیگر در صدد پیدا کردن مراتع سبز و خرم برآمدن، اون جایی که خودشون داشتن کافی نبوده، در معرض تزاحم قرار گرفت، آیا اون ایلی که سابقا می آمد در اینجا نسبت به این ایلی که جدیداً می خواد بیاد حقی داره یا نه؟ اولویتی دارد نسبت به این مرتع، این رودخانه، یا نداره؟ قریه اقلایی اقتضا می کنه که بگیم اونها که سالیان دراز می اومدن اینجا، هر سال قشاقشون بوده اینجا، اولویت دارن. این ذوق اقلایی انسان اینو میپسنده. از اینجا همین منشأ حق اولویت که اون هم یه امر اعتباری هست پیدا میشه و کمک کمک شدت پیدا میکنه تا اونجایی که زمینه مالکیت به معنای صحیحش فراهم میشه، که حالا باز یه بحثی است که بین حق اولویت و مالکیت چه فرقی هست. چندان ثمره عملی نداره. حالا چه بگیم جا حق اولویت هست، چه بگیم مالکیت، یعنی این منظور رو میخوام داشوش که اینها میتونن از اینجا استفاده کنن و میتونن دیگران را منع کنن، بگن نه شما نیایید ما باشیم اینجا. این که عرض کردم چندان اثری نداره مبتنی بحث های خیلی ظریفی است که اولا فرق ما ملک و حق باید روشن بشه، ثانیا اصلا ماهیت ملک باید مشخص بشه که قوام ملکیت به چیه و تفاوتش با حق چیه، چون اینا یه بحث های خیلی ظریفی است و در اینجا نمیتونیم مطرح بکنیم. اینه که به نتیجه عملی و مشترکش میپردازیم، حالا چه بگیم حق و اولویت و چه بگیم مالکیت. در اینجا برای اون ایل سابق که از اینجا استفاده می کردن پیدا می شه. پس می تونه یکی از اسباب اختصاص چیزی به شخصی یا به یک ایلی یا به یک جامعه
این باشد که قبلا دست گذاشته روی این، قبلا از این بهره‌مند شده، حق تقدمی داره. این در مورد حق. حالا اگر به صورت ملک در آمد، اصطلاحاً میگن اگر جایی را حیازت کردند، کسانیم ابتداءً یه چیزی که از مباهات بود چون در معرض تزاحم قرار میگرفت، اومدن اینجا را حیازت کردند، به خودشون اختصاص دادن. اول رغبتی از دیگران برای تصرف اینجا نبود، یا اگر بود آنچنان نبود که در صدد بر بیان اینجا رو بگیرن. حالا که در معرض نزاع قرار گرفته، کسانی اومدن اونجا را به خودشون اختصاص دادن، گرفتن. یا فرض کنید پرندگانی در هوا مشغول پروازن، کبوترهایی هستن در هوا دارن پرواز می‌کنن، یا ماهی‌هایی هستن در دریا دارن شنا می‌کنن، چند نفرم کنار دریا نشستن تماشا می‌کنن، دایی هم ندارن که این ماهی‌ها رو بگیرن، یا اینکه مورد استفادهشون نیست، یا اسباب زحمتشون میشه گرفتنش، یا نمیتونن بگیرن. به هر حال دایی بر اینکه یک کسی بگه این ماهی مال من است، اون یکی هم بگه اون یکی مال منه، پیدا نمیشه. مگه یک کسی به عنوان تفریح و جوک بخواد این کارو بکنه. والا ماهی که دریا داره میره مال هیچ کسی نیست. پرنده‌ای هم که در هوا داره پرواز میکنه مال کسی نیست. اعتبار ملکیت درباره اینا چیز لغوی. اما حالا یک کسی دایی پیدا کرد و یک کبوتری رو گرفت از هوا، یا اومده بود تو خونهش لانه گذاشته بود، بعد که مثلا بچه هاش بزرگ شدن اینا رو گرفت و تو قفس کرد، یا طوطی را از جنگل هندوستان کسی رفت سید کرد و به دست آورد و برای تزیین خانهش و اینها ازش استفاده کرد. این میشه حیازت. ممکنه در بعضی جاها مفهوم کار اقتصادی برش صادق باشد، یعنی باید یک نیروی که صرف بشه و یک کیفیت خاصی، دست کم این اندازه که قابل تصرف بودن، در معرض تصرف قرار گرفتن، به دام انداختن، به این صورت ها باید انجام بگیره تا این مورد استفاده قرار بگیره. پرندهی در هوا را نمیتونیستیم ما ببریم تو خونمون ازش استفاده کنیم. فرض کنید اگر یک پرنده خوش آوازی هم هست، مثلا یک قناری هست، نمیتونیستیم وقتی تو هوا داره پرواز میکنه ما ازش استفاده کنیم. برای اینکه رو تو قفس کنیم ازش استفاده کنیم، یک کاری باید انجام بگیره اینجا. این ممکنه کار اقتصادی باشه، انرژی صرف بشه، یک کسی بره مدتی وقت صرف کنه، نیرو صرف کنه، فرض کنم تا این پرنده رو به چنگ بیاره و موجب این بشه که دیگران بتونن ازش استفاده کنن، در اختیارشون قرار بگیره. این ممکنه کار اقتصادی هم برای صادق باشه. ولی گاهی هست که نه، هیچ کاری روی این به مفهوم اقتصادی انجام نمیگیره. مثل کسانی که فرض کنید چند سال می اومدن در کنار رودخانه چادر می زدن، این موجبه نمیشه که یه کاری روی این زمین و این رودخانه انجام بدن، کار اقتصادی، که موجبه این بشه که رغبتی در این پدید بیاد. کاری نشده، ولی میتونن امسال که اومدن اونجا رو حیازت کنن. این حیازت لازمش این نیست که حتما کار اقتصادی باشه، بر مرغوبیت این بیفزاید یا مرغوبیتی درش ایجاد کند. حتی لازمش نیست که اونچنان انرژی هم مصرف بشه برای اینکه این زمین حیازت بشه، ولی همین حیازت کافی است که یک نوع مالکیتی پیدا بشه. حالا مالک حقی بشه یا مالکیتی که در مقابل حق به کار میره، حق اولویت بگیم، یا بگیم نه، ملکیت و حقیقت مرتبه شدید و ضعیف هستند، حق هم یک مرتبه نازله از ملکیته.
اینا همون مباحث ظریفی است که از کردم اشاره کردم، در جای خودش باید صاحب نظران به اون بحث های دقیق بپردازن. علی‌ای حال اینجوری میشه که عقلا اعتبار میکنن یا قانون اعتبار میکنن که این ایل حق دارد از این زمین استفاده کند و حق دارد که مانع از استفاده دیگران بشود. در اثر چی پیدا شده؟ آیا کار اقتصادی روی این زمین انجام داده یا روی این رودخانه؟ نه، کار اقتصادی انجام نداده، فقط حیازت کرده. پس حیازت میتواند از اسباب مملک باشه. خب میدونید رودخانه را وقتی بخوان حیازت بکنن، حد اکثر کاری که میشه روش انجام داد همون آب موجودشه که میشه به یه صورتی به چنگ آورد و محدودش کرد یا مخزونش کرد یا یک مجرای خاصی براش تعیین کرد. به این صورتها آبی که سال آینده براش بیاد که اون که هنوز وجود نداره تا ما حیازت بکنیم. اما در اعتبار عقلایی آب سال آینده رودخانه هم با این آب یکیست، یک واحد حساب میشه و حیازت امروز موجب این میشه که تا این رودخانه هست 100 سال 1000 سال دیگه هم آب از این رودخانه بیاد، اون حیازت اولیه حیازت همه اینا حساب میشه. اعتبارات عقلایی است، ولی حیازت به معنای واقعی و تصرف به معنای عینی و فیزیکیش که نسبت به آینده نمیشه انجام بگیره، هر چیزی هر وقت هست میشه تصرف کنن. ولی در مفاهیم اعتباری همه اینها قابل قبوله، یعنی چیزهای فرضی. مصالح یک جامعه اقتضا میکنند که اینجور فرض کنیم که بگیم آب سال آینده رودخانه هم همین آب است، حیازت امسال حیازت سال آیندهش هم هست. اعتباری ایناست و این موجب این میشه که قانون به یک ایلی، یک قبیله اجازه بده که از اینجا استفاده کنند و به دیگران اجازه نده. در اثر چی؟ در اثر حیازت. حالا باز اینو عرض بکنم، این مسئله که من روی رودخانه و زمین پیاده میکنم مفهومش اعم از حق و ملک است. نمیخوام بگم اینجا حتما مالکیت میاره، ولی جای این هست که کسی بگه که این هم مرتبه ایست از مالکیت. بیانش مشترکه، چون این مثال روشنتری هست روی این مثال تکیه میکنم، ولی نمیخوام بگم اینجا به واسطه اینکه یک ایلی میاد در یک جایی این ملکیت بیاره. ممکنه کسی بگه این حق اولویت است، در این جهاتش نمیخوام بحث بکنم. پس از نظر اسلام مواهب طبیعی به دو صورت ممکن است به صورت ملک در بیان، همون چیزهایی که ابتدا مالکی نداشت از مباحات اولیه بود، یا مالیت نداشت، یه ماده خامی بود که موجب رغبت مردم نبود. میدونید امروز بسیاری از مواد شیمیایی نافع را از چیزهای خیلی بیفایده و نامرغوب میگیرن، حتی از چیزهای پلید یه مواد شیمیایی اخذ میکنن که در داروسازی، در کشاورزی، در جاهای دیگه ازش استفاده میشه. سابقا مثلا برای فاضلاب مردم باید خودشون پول بدن که شهر تمیز بمونه، باید از شهر بیرون ببرن که اینها موجب تعفن شهر و آلودگی شهر نشه. اما حالا در بعضی جاها ممکن است که خود فاضلاب را یک کمپانی بیاد اجاره کنه و از فاضلاب استفاده کنه برای مواد شیمیایی، کودهایی بسازه، چیزهای دیگری، و هم استفاده های خوبی ازش ببرن. حالا مالیت پیدا میکنه، اون وقت هیچ مالیتی نداشت، باید پولم خرج کرد تا از شهر بیرون ببرن، اما حالا میان ازشون میخرن، پول میدن که اونها برن ازش استفاده. اینا تابع شرایط زمان و مکان هست، بستگی داره به این که از هر چیزی در هر موقعیتی چه استفاده هایی بشه. ممکنه یه چیزی مالیت پیدا نداشته باشه، بعد مالیت پیدا کنند،
و ملکیت نداشته باشه بعد مالک پیدا کنند. مالک شدن بحث ما سر این بود که مالک شدن نسبت به چیزهایی که ملکیت نداشته یا مالکیت نداشته به دو صورت در اسلام تصور میشه. این مالکیت ابتدایی است. غیر از این مالکیت ابتدایی، مالکیت انتقالی مطرح میشه. چیزی را من حیازت کردم یا با کار اقتصادی اون را ارزشمند کردم و مالکش شدم، بعد میتونم به دیگری ببخشم. حق دارم این کارا بکنم یا نه؟ این یک نوع تصرفی است. اصلا قوام مالکیت در واقع به این است که چنین تصرفاتی تجویز بشه. چیزی را که من به دست آوردم، فرض کنید میوه‌ای را از درختی چیدم، میتونم خودم تناول کنم، میتونم بدم به دوستم، به فرزندم، به یک کسی دیگری، به شخص بیگانه‌ای. باید قدرت این نداشته باشم که ببخشم. این از شؤون مالکیته. خب اگر بخشیدم به دیگری، آیا اون دیگری مالک اون میشه یا نمیشه؟ اگر نشه که این بخشیدن فایده ای نداشت، فقط سلب ملکیت از خودم بود. پس نقل مالکیت باید صحیح باشه. این از شؤون مالکیته که آدم بتونه مالکیت خودش رو منتقل کنه به دیگری. این مالکیت انتقالی باز به چند صورت حاصل میشه. گاهی به مبادلات و یا واگذاری هایی است که افراد به اختیار خودشون میکنن. کارگری کار کرده، محصول کارش رو به برادرش میبخش. این یه جور نقل مالکیت انتقالی است. یک مالکیتی است که دولت یا قانون در شرایط خاصی از کسی منتقل میکند به دیگری. مصالح جامعه اقتضا میکند که چنین انتقالی حاصل بشه. ما هم در اسلام چنین نمونه هایی داریم که قانون خدا مقرر فرموده که در یک شرایطی مالی بدون اراده صاحبش منتقل بشه به دیگری. مثل اینکه مسلمانی مرتد بشه، یکی از ضروریات اسلام را انکار کنه. در چنین موردی هم ارزش خونش از دست میره، هم ارزش مالش، و هم ازدواجی که با همسر مسلمانی داشته باطل میشه. زنش برش حرام میشه، خونش هم هدر میره و مالش هم منتقل میشه به وارث مسلمانش. اگه فرزند مسلمانی داره، مال از امروز منتقل شد به فرزندش. دیگه پدری مرتد حق تصرف در این مال نداره. مالکیتی است انتقالی قهری در زمان حیات خود انسان. یا در جنگ ها مثلا وقتی سپاه اسلام پیروز شد، اموالی را مالک میشه. حالا به صورت مالکیت عمومی مال مسلمین هست یا بعضی موارد هم فرقایی داره، به هر حال یه همچه انتقالاتی هست که موجب ملک جدیدی برای اشخاص یا شخصیت های حقوقی جدیدی میشه. و گاهی انتقال قهری بعد از مرگ، و اون عبارت است از قوانین ارث. هر مسلمانی که از این دنیا میره و مالک هست، اموالش بعد از موت خودش منتقل میشه به وارثش طبق قوانین ارث اسلامی. فرزندان مالک این مال میشند، اما خودشون نه حیازت کردن و نه کار کردن روش، کار اقتصادی. انتقالیست قهری از ناحیه قانونگذار به فردی. مسائل چی هست؟ البته کمابیش قابل درکم هست این مسائل، ولی ما بنا داریم برای اینکه جزئیات احکام را در مقام تعلیل و توجیه بر بیاییم. اجمالا میخوام بگیم که قانونگذار اسلام مصالحی را رعایت کرده که اموالی به صورت قهری منتقل بشه به دیگری. این قهری گاهی در زمان حیات است و گاهی در زمان ممات. زمان حیاتش مسار مواردی داره، نمونش همون ارتداد بود که عرض کردم. زمان مرگ هم قوانین ارثه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.